روند نزولی بیت کوین شروع شده یا ما در ابتدای یک رالی صعودی هستیم با خبر جدید در مورد دوج کوین این ارز تا کجا میتونه رشد بکنه آیا بیت کوین میتونه جای طلا رو بگیره در این ویدیو با بررسی اخبار مارکت کریپتو و در نهایت تحلیل 5 تا از ارزهای مهم از جمله بیت کوین اتریوم BNB بی بی آدا و در نهایت لایت کوین در خدمتتون هستیم سلام در ابتدای ویدیو به بررسی چند تا خبر در مورد بازار کریپتو میپردازیم و در نهایت در انتهای ویدیو میریم سراغ تحلیل 5 تا از ارزهای مهم من جمله بیت کوین، اتریوم، بی, بی آدا و در نهایت لایت کوین رو هم تو این ویدیو براتون تحلیل میکنم پس در ادامه به من همراه باشید. بنده سینا سایان و اینجا کانال یوتیوب ماست. اگه تا در کانالمون عضو نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدیمون به دستتون برسه بازار رمز ارزها با وجود ترس و تردید و عدم قطعیت به رشد خود ادامه میده با کاهش قیمت بیت کوین به 44000 دلار و قرمز شدن تقریبا تمام بازار باز هم بیت کوین پادشاه بودن خودشو در این بازار به رخ همه کشید تحلیلگران مختلفی معتقدند که یک آلت سیزن شروع شده و در این آلت سیزن ارزهای مختلفی میتونن رشد بکنن که دلیل اینو میتونیم به حرکت های سعودی آلت کوین ها نسبت به حرکت های یا اصلاحی بیت کوین نسبت بدیم ذخایر اتریوم در صرافی ها به کمترین میزان خودش در دو سال اخیر رسیده تجزیه و تحلیل داده های شبکه نشون میده که میزان اتریوم موجود در صرافی های متمرکز به کمترین میزان خودش رسیده و همین طور رو به کاهش چون که کاربرای مختلف میان این ارز رو میخرند و از طرف خارج میکنن به کیف پول های سردشون میبرند و سعی میکنن اتریوم رو هلد بکنن در همین حین تعداد کیف پول های اتریوم به بیشترین میزان خودش رسیده و تعداد آدرس هایی با بیشتر از هزار تا اتریوم افزایش پیدا کرده که همه اینا نشون دهنده اینه که اتریوم رو دارن سرمایه‌گذارا جذب میکنن، هولد میکنن، خرید میکنن، نگه میدارن و عرضه اتریوم رو به کاهش پیدا کرده که این میتونه یک آینده درخشانی رو برای اتریوم رقم بزنه. بعد 6 سال بنیاد دوچکوین اعلام کرده که قصد داره بلاکچین خودش رو ارتقا بده که ویتالیک بوتریان خالق اتریوم به هیئت مدیره دوج کوین پیوسته و به همراه ایلان ماسک قصد دارن یک سری پروژه روی دوج کوین پیاده سازی بکنن که این پروژه ها باعث میشه که دوج کوین یه مقدار کاربردی تر بشه و از نظر فاندامنتالی و بنیاد بسیار بسیار قوی بشه که این میتونه روی قیمتش در آینده اثر بذاره و باعث بشه که سرمایه بیشتری بتونن به سمت این ارز بیان استراتژیست بلومبرگ در پنجاهمین سالگرد قرارداد برتون وودز گفته که بیت کوین جایگزین طلا میشه اما از کنار این صحبت ساده رد نشیم یه مقداری نکات مختلف رو با هم دیگه بررسی بکنیم یک چارت میبینید تو تصویر که نمودار طلا به بیت کوینه طبق این چارت از سال 2011 تا به الان طلا در برابر بیت کوین حدوداً 99 درصد ارزش خودش را از دست داده یعنی این چارت میگه قیمت بیت کوین تو این ده ساله بسیار بسیار پر سرعت رو به افزایش بوده اما افزایش قیمت اونس جهانی بسیار بسیار ناچیز بوده تو این نمودار هم قیمت نفت جهانی به بیت کوین رو میبینیم که این روند همچنان نزولیه یعنی افزایش قیمتی که ما توی نفت داشتیم بسیار 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 در برابر افزایش قیمت بیت کوین ناچیز بوده و همچنین تو این تصویر بدهی دولت آمریکا در 5 دهه اخیر رو میبینید که گفته شده با توجه به افزایش و فشار نقدینگی که وجود داره و تقاضاهای خارجی که در برابر دلار کاهش پیدا کرده نشون دهنده اینه که احتمالا ارزهای جدیدی میتونن بیان جایگزین ارز دلار بشن و به این هجمونی طولانی دلار بتونن پایان بدن که یکی از ارزهایی که قابلیت این جایگزینی رو داره قطعا ارزهای دیجیتال و در بین اونا از همه منتخبتر بیت کوینه و اما از اینجا بعد بریم سراغ چارت ها و به بررسی 5 تا ارز بپردازیم ارزها رو از منظر تکنیکالی بررسی کنیم ببینیم که اصلاح بیت کوین ادامه پیدا میکنه یا ما در ابتدای یک روند سودی هستیم و اما بریم سراغ تحلیل تکنیکالمون همونطور که در چارت میبینید این چارت بیت کوین در تایم فریم روزانه است و همونطور که شما میبینید بیت کوین الان دقیقا در کف کانال سعودی خودش قرار داره اینجا در کف کانال سعودی قرار داره و چندین بار تا حالا در این یکی دو هفته اخیر از کف کانال ریجکت شده و برگشت خورده اینجا یه تونه پول بگذد و اینجا رفت به سمت کف کانال حمله کرد و دوباره منفی شد اومد به سمت پایین و اینجا یک کندل خیلی قشنگ زد تونست کف کانال رو نفوذ بکنه اما دوباره فروشنده ها اومدن و دوباره از کف ریجکت شد و دوباره برگشت پایین اما ما اینجا یک خط روند سعودی داریم این خط روند سعودی زرد رنگ فعلا که دارم باهاتون صحبت میکنم قیمت پس از رسیدن به این خط زرد رنگ به این خط روند سعودی زرد رنگ واکنش مثبتی تونسته نشون بده اما یک نکته مهم خدمتتون گفتم که دوباره تکرار میکنم ما در بیت کوین یک حمایت بسیار مهمی رو یک مقامت بسیار مهمی رو شکستیم و الان یه حمایت بسیار مهم داریم حمایت بسیار مهم در محدوده 40 تا 42 هزار دلار 42 هزار تقریبا 5600 این یک محدوده حمایتی بسیار, بسیار 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 مهم محکم و معتبر برای ما در بیت کوین هست که این که من در ویدیوهای قبلی هم چندین مرتبه بهتون گفتم و تو این ویدیو هم تکرار میکنم تا موقعی که ما بالای این محدوده حمایتی هستیم خیالمون یک مقداری راحته اما در صورتی که این حمایت بسیار مهم و محکم رو بیت کوین از دست بده خب ما در قدم اول میایم به محدوده 37 هزار دلار اما فعلا تا زمانی که بالای این محدوده هستیم هر اصلاحی رو هر اصلاحی به سمت پایین رو پول بک به این محدوده در نظر می گیریم. اما در صورتی که این پول بک ها خیلی شدید باشه کندل ها خیلی نزولی و قدرتمندی باشن و قدرت فروشنده ها رو زیاد ببینیم تو بازار و احتمال از دست رفتن این ناحیه باشه میتونیم در وهله اول تا 37000 دلار هم حتی پایین بیایم اما تا موقعی که بالای این محدوده هستیم یه مقدار خیالمون راحته اما بریم سراغ اتریوم این چارت اتریوم در تایم فریم روزانه هست خب دوباره در اتریوم ما همون نکته های قبلی رو داریم چیز زیادی در چارت اتریوم تغییر پیدا نکرده ما یک روند سعودی رو شروع کردیم که تونستیم یک سطح مقامتی بسیار مهم و قدرتمند رو در اتریوم بشکنیم هر حرکت اصلاحی به سمت پایین رو ما پولبک به سمت این محدوده در نظر میگیریم تا زمانی که بتونه این محدوده رو حفظ بکنه هر حرکت نزولی به این سمت یک پولبک به این محدوده این مقامتی در نظر گرفته میشه و میتونیم در نظر داشته باشیم که بتونه اتریوم به محدوده های 3300 دوباره و 3 تقریبا 650 بتونه دوباره صعود بکنه اما در نظر داشته باشید که این محدوده حمایتی برای اتریوم یه محدوده بسیار بسیار مهم و معتبره که از حوالی تقریبا 2700 تا 2900 وجود داره پس اتریوم تا زمانی که بالای این محدوده است ما نگرانی خیلی خاصی در موردش نداریم اما در صورتی که با کندل های قوی نزولی و فروشندگان قدرتمند بتونه به سمت پایین بشکنه تا محدوده کف کانال هم میتونه حتی نزول رو داشته باشه اما فعلا میبینید که تا اتریوم میاد به این محدوده حمایتی نزدیک میشه کندلا کندلای سودی میشن و خریدارها در بازار شکل میگیرن که این خودش نشون میده این سطح حمایتی بسیار بسیار محکم و معتبره اما میایم سراغ BNB، BNB رو داریم در تایم فریم روزانه. خب ما اینجا راجع به BNB زیاد صحبت کردیم، گفتیم که درگیر مقاومت، اما تونست این مقاومت رو پرقدرت بشکنه، پرقدرت شکست، گفتیم احتمالا به سمت 430 دلار هم حرکت کنه و تونست حتی تا 440 چهار دلار هم بالا بره که یه عدد بسیار خوبی بود و هر حرکت نزولی در BNB بی, بی به سمت این حمایت رو ما میتونیم الان یک پول بک به این سمت در نظر بگیریم و تا موقعی که بالای این محدوده هست ما باز هم خیالمون از BNB بی, بی هم راحته این محدوده هست از حوالی تقریبا 350 تا 370 دلار که محدوده حمایت بسیار 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 معتبره محت... در بی ان بی و علاوه بر اینکه یک محدوده حمایت کلاسیکی هست یک میدلاین یک کانال سعودی هم هست که من اینو کوچیک بکنم بهتر میتونید متوجه بشید پس فعلا بی ان بی جای خوبیه هر حرکت نزولی رو اگه پرشتاب و پرفروشنده نباشه رو پولبک به این محدوده در نظر میگیریم و در غیر این صورت در صورتی که اینجا رو از دست بده به سمت اعداد خیلی پایینی از جمله 255 و, و حتی 218 جمعیت. اما تا زمانی که بالای این محدوده هستیم خیال اون از بی, بی هم راحت هست اما ارز پرطرفدار بعدی که داریم راجبش صحبت میکنیم ارز آدا در تایم فریم روزانه است که آدا تونسته مقاومت مهم خود در محدوده یک و نیم تا تقریبا یک و شیش پنج دلاری خود شد تونست پرقدرت بشکنه به سمت بالا حرکت کرد و حتی تونست به دو دهم ده دلار هم برسه که عدد بسیار بسیار خوبیه یه ریز مقاومت این وسط ها داشت اونم پرقدرت شکست و الان هم آداد باز هم داره در بالای یک محدوده حمایتی بسیار بسیار معتبر داره حرکت میکنه یه سری نوسانات ریز و روی پایینی رو خوب داره انجام میده تا زمان که بالای این محدوده یک تا یک و دلاری هست و کندل های نزولی که به سمت پایین میزنه کندل های پر قدرت و پر فروشنده ای نباشن و ما میتونیم پول بک به سمت این ناحیه در نظر بگیریم و تا موقعی که بالای یک تا یک دلار داره معامله میشه خیالمون از روندش یه مقدار راحته اما بریم سراغ لایت کوین اما بریم سراغ لایت کوین این چارت لایت کوین در تایم فریم روزانه هستش برخلاف ارزهای قبلی که همشون در حال پول بک به یک مقاومت به یک حمایت بودن یعنی یک مقاومت رو تونسته بودن بشکنن پرقدرت و اون مقاومت رو به یک حمایت تبدیل کردن در لایت کوین برعکس این اتفاقه هنوز لایت کوین مقاومت مهم و محکم خودش رو نتونسته بشکنه مقاومت مهم و محکم لایت کوین در محدوده تقریبا 180 تا 182 تقریبا تا 180 تا 190 دلاری هست که یک مقامت بسیار بسیار مهم محکم و قدرتمند برای لایت کوین هست و از این محدوده ریجکت شده به سمت پایین و نتونست عبور بکنه در صورتی که بتونه این ناحیه رو بگیره و از اینجا عبور کنه در وهله اول ما انتظار داریم که بتونه راحت به محدوده های 210 دلاری و در مرحله بعدی بتونه تا 240 دلار هم حتی صعود بکنه اما فعلا کندل های نزولی زده درگیری این مقاومت و فعلا روند سوری پرقدرتی رو نمیشه براش در نظر گرفت اما در صورت که اونو بشکنه و یک پول بک بزنه میتونیم به عنوان یک ستاپ معاملاتی وارد لایت کوین هم بشیم اما دقت بکنید برای معامله گریتون خودتون و تحلیل های جداگانه رو هم انجام بدید قصد دارم در ویدیوهای بعدی بررسی بازار کریپتو بیام یه سری تحلیل های آنچین از حتی سایت گلس نوت هم براتون انجام بدم که اینا هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اگه موافق این ویدیوهای تحلیلی از بازار هستید با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید پس اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفا دکمه لایک رو برای ما بزنید و همچنین پیج اینستاگرام ما به آدرس پی بورس رو هم فالو بکنید من لینک پیج اینستامون رو در پایین همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن قرار میدم لطفا پیج اینستای ما رو هم دنبال بکنید که آموزش های جدید و زیادی رو داریم در پیج اینستامون قرار میدیم و اگه تا حالا در کانال یوتیوب اون عضو نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار